خب توی این نما ممکنه کارگردان از ما خواسته باشه که رنگ این آسمون رو یه مقدار کمتر بکنیم که کمتر به چشم میاد. شاید شما قبلا هم دیده باشید که شما میتونید این سکندریز رو انیبل بکنید، قطر شکون رو انتخاب بکنید، بیاد روی آسمونتون کلیک و درگ بکنید از طریق این اسلایدر هایی که اینجا دارید و زیادتر کردن منطقه انتخاب. این تیک های کوچیکی هم که آسمون از بین پنجره ها دیده میشه به سلکشنتون اضافه بکنید. حالا یه نگاهی بنزیم به سلکشن ببینیم چطور خوبه. یه چیزی هم که من معمولا توصیه بهتون میکنم انجام بدید، توی قسمت بیسیک کیبلاره که یه مقدار تار میکنه این سلکشن شما رو، باعث میشه لبه نداشته باشه کار شما که خیلی بهتره توی بیشتر مواقع. من یه مقدارم اینجا سلکشن رو بزرگتر میکنم، میام توی تصویر اصلیم و حالا میتون هام رو یه مقدار میتونم تیره تر بکنم. البته توی تمام تصویر تاثیر میذاره. یه مقداری تیره تر. کنترل شما اگر روی اینساید باشه سلکشن شما رو عوض میکنه، اگر روی آوتساید باشه هر چیزی خارج از سلکشنتون رو تغییر میده. حالا یه خورده بازم تیره ترش میکنم، یه مقدارم میتونم رنگش رو کم رمختر بکنم. یه خورده کمتر به چشم بیاد. این یه روش برای این کار. روش دیگه ای که وجود داره اینی که شما میتونید بیاید به تب Saturation Curve. طبیعتا از اونجایی که آسمون آبیه، من دور قسمت رنگ آبی چند تا گره اضافه میکنم. و همونطور که شما میبینید این گره ها رو به پایین میکشن. به پایین کشیدنشون غلظت این رنگ رو کم میکنه و بالا بردنشون همونطور که میدونید غلظت رنگ رو زیادتر میکنه. پس ما تو هم درس قبل هم توی این درس دیدیم که این کورف های سچوریشن، لوما و هیو چقدر میتونن تاثیرگذار باشن و چقدر میتونن توی کار با ما کمک بکنن. خیلی جاها ممکنه با چند تا کلیک ساده شما بتونید کاری رو انجام بدید که روش های دیگه ممکنه خیلی سخت‌تر باشه و آزاردهنده تر باشه. خب تنها موردی که در مورد پنجره سکندریز موند این قسمت ادوانست ماست. توی قسمت بیسیک ما میتونیم چیزهای کلی تصویر رو کم بکنیم، مثل سچوریشن، یا زیاد بکنیم، مثل سچوریشن سایه هامون، تیرگی هامون، مثل سایه های اصلیمون، هایلایت های اصلیمون، خاکستری های اصلیمون. مثلا من اینجا اگه خاکستری هامون رو بیشتر بکنم، دو بکنم، شما میبینید که تصویر خیلی روشنتر میشه. یا اگر هایلایت هام رو یه خورده تیره تر بکنم تصویر تیره تر میشه. این کلیات تصویر به روش همون هیوس سچوریشن و ولیوی که قبلا براتون توضیح دادم. توی قسمت ادوانس شما با RGB سر و کار دارید. اگر با سیستم RGB قبلا کار کردید و با رد گرین بلو راحت تر هستید، از اینجا میتونید این کار رو انجام بدید و به طور مثال بیایید سبزهای میتونتون رو کم بکنید یا قرمزیهای تیرتون رو روشن‌تر بکنید یا حالا الی آخر اون چیزی که خودتون دوست دارید. توی قسمت ادوانسد هم یه همچین امکاناتی برای شما قرار داده شده. خب امیدوارم از پنجره سکندریز توی کارتون بتونید به بهترین شکل ممکن استفاده بکنید.